قبل از اینکه دیر شود ایتالیا از مردم جهان تقاضا می کند که گوش کنند و عمل کنند. نامه ای از ایتالیا، صلح برای شما. ما در میلان ایتالیا زندگی می کنیم. دلم می خواهد تجربه هایم را در این لحظات سخت در مورد زندگی در ایتالیا با شما قسمت کنم و به شما بگویم که چطور باید از اشتباهات ما درس بگیرید و تبعاتی که برای ما داشته. در حال حاضر ما در قرنطینه هستیم. به خیابان نمی رویم. پلیس ها همه جا هستند و هر کس از خانه بیرون بیاید دستگیر می شود. همه چیز تعطیل است. بیزنس ها، فروشگاه ها، مغازه ها، خیابان ها به صورت مسکوت در آمدند. حسی که به ما می ده اینه که آخر جهان شده. ایتالیا کشوری که پر از زندگی هست، در یک لحظه تبدیل شد به کشوری که انگار در سیاهی های جنگ به سر می برد. مردم گیج و غمگین و ناامید هستند و اغلب درک نمی کنند که این واقعیت چطور بر آنها تعمیل شده است و کی این خواب وحشتناک به پایان می رسد. اشتباه بزرگ وقتی بود که در آغاز شیوع این ویروس ملت به زندگی عادی خود ادامه دادند و به خیابانها و سر و کار و مراکز تفریحی می رفتند و از تعطیلی به عنوان یک مرخصی استفاده می کردند و با دوستان مهمانی می گرفتند. اما ما در اشتباه بودیم. از شما خواهش می کنم مواظب باشید. این نه جوک است و نه موردی برای خنده. از عزیزانتان محافظت کنید. پدر و مادرتان و مادر بزرگا و پدر بزرگهایتان. این ویروس برای آنها بسیار خطرناک است. روزانه حدود 200 نفر در اینجا فوت می شود. دلیل آن نیست که در میلان مراکز درمانی خوب نیستند. چند تا از بهترین مراکز درمانی دنیا اینجا هست. دکترها انتخاب می کنند که چی کسی بمیرد و چی کسی زنده بماند. تمام اینها فقط به خاطر حماقت شهروندانی است که در آغاز تصمیم گرفتند زندگی را بر روال عادی ادامه دهند و به این وضع جدید اهمیت ندادند. خواهش میکنم از اشتباهات آنها درس بگیرید. ما کشور کوچکی هستیم که ممکن هست شاید یک تراژدی بزرگ باشد. حالا خوب گوش کنید و محلهای پر ازدحام نروید. در مراکز عمومی غذا نخورید. بیشتر وقتتان را در خانه صرف کنید. به تدابیر وزارت بهداشت گوش کنید و توصیه ها را به بازی نگیرید. وقتی با کسی صحبت می کنید یک متر دورتر بایستید. نزدیک نشوید و اجازه ندهید کسی به شما نزدیک شود. مسئولیت خودتان را بالا ببرید و از داروهای اولیه استفاده کنید. توصیه می کنم ویتامین C مصرف کنید و خدمه درمانی برای جلوگیری از پخش این ویروس کمک کنید. در ایتالیا تمامی کشور قرنطینه شده است. این یعنی 60 میلیون نفر در قرنطینه. اگر از اول به توصیه ها گوش کرده بودیم ما می تونستیم از این اوضاع پیشگیری کنیم. مواظب خودتان باشید و مواظب کسانی که دوستشان دارید.